نامه آینه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امیدوار هستم همه شما عزیزا در حفظ و پناه خداوند بوده و باشین و هفته گذشته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در حضور شما با برنامه دیگر قرار داریم. البته قسم اطلاع قبلی و اعلاناتی که در طول هفته داشتیم، شما واقف هستین که امروز مصاحبه اختصاصی با یکی از دست‌اندرکاران سیاست و یکی از مشاورین ارشد در مؤسسه ملل متحد که شما با جنابشان آشنایی کامل دارین، چون مصاحبات قبلی ما در معرفی جناب دکتر وحید وحیدالله ما حرفای داشتیم و سوانه و کارهایشان و فعالیتهایشان در حل منازعات ملی و بین المللی بر شما عرض کرده بودیم. جناب دکتر وحید وحیدالله یکی از متخصصین ارشد در مؤسسه ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقوی و بین المللی تشریف دارند. همچنان معاون سازمان انرژی جهانی در جوار سایر وظایف که عبارت از طرح و بنیانگذاری موافقتنامه های بن برای نیل و حل و فصل جامع منازعه جاری در افغانستان بود. شما میدانید که یکی از طراحان بسیار عمدهشم جناب دکتر سیف وحیدالله بود که این موافقه بن و یا قرارداد بن اینا طرح کرده بودند. همچنان طراح پیشنهاد صلح سه‌فقره پادشاه مرحوم افغانستان محمد ظاهر شاه شاه سابق افغانستان بودند که ما خوشحال هستیم که در این هفته با برنامه اختصاصی و مصاحبه اختصاصی در خدمتشون قرار داریم. دکتر صاحب شما را خوش آمدید میگم یک بار دیگه با برنامه آینه. میدانم شما شخصیت بسیار مصروفی هستین، اما در جوار سایر مسئولیت های شما در عرصه های بین المللی همیشه شما بیره، ما یقین داریم که در فکر وطن و وطندارای عزیز خود هم بودین و در جستجوی راه هایی که امی معزله افغانستان برش راهای پیدا بکنین که در حلی از او کوشش بکنه، شما همیشه تپ و تلاش کردین و ما خوشحال هستم که شما را باز هم در این برنامه اختصاصی با خود دارم. بسیار تشکر جوایی صاحب، با عرض سلام به شما و همه بیننده عزیز برنامه ما بسیار تشکر از کلمات پرلطف شما. البته ما شایستگی زیر در خود نمیبینم و ما امتنان دارم از اینکه یک بار دیگر شما از ما دعوت به عمل آوردین به خاطر این مصاحبه اختصاصی و ما در خدمت شما و بیننده محترم تلویزیون این نور قرار دارم. دکتر صاحب لطف میکنن زنده باشن. به اجازه شما اگر بیاد بیارم که شما خب در جریان بودن و بیننده عزیز ما حتما بیاد دارن که آخرین مصاحبه اختصاصی ما و شما تقریبا 8 ماه قبل از طریق همین برنامه صورت گرفت که از اون مدت گفتیم 8 ماه میگذره و اما طور که عرض کردم این برنامه مورد علاقه بسیار زیاد هموطنان ما، چون بسیار جالب بود و حرفای بسیار ناگفته برای مردم ما گفته شد در خلال از اون مصاحبه، انعکاس بسیار بسیار خوبی داشت و چنانچه ما به اثر تقاضای بیننده های عزیز خودی برنامه را چندین بار از برای امی برنامه و امی نشرات تلویزیون نور ایراد دوباره نشر کردیم و استقبال مردم بسیار بسیار زیاد بود بر از اینکه در اون مصاحبه چیزهای نو، چیزهای ناگفته و چیزهایی که سوالات بسیار بسیار زیاد نزد مردم ما بود اونا حل شد. و همچنان برای آگاهی بیننده های عزیز خود باید بگویم که امو مصاحبه ما در اینترنت در یوتیوب هست و هموطنانی که علاقمند باشند که اون مصاحبه را هم مشاهده بکنند، کسایی که از پیشان مانده انشاءالله با تد نمودن اسم جناب دکتر وحید وحیدالله نور تیوی میتونن که امی مصاحبه را هم مستفید شوند و مشاهده بکنند. البته در جریان این مصاحبه بسیار جالب سوالاتی را که من از شما جناب دکتر طرح کردم و پاسخهای شما که ارائه کردین عمدتا روی اهمیت مواد موافقتنامه های بن بود. البته که شما طراح اصلی از اون موافقتنامه هستن و ای که چگونه این موافقتنامه و یا این طرح و بیراه رفت و نتانستن اون چیزی که در کاغذ بود و عملی شود. بنابراین
مشکلاتی که امروز ما در افغانستان داریم با اون مواجه شدیم و مسئله بسیار بسیار بغرنجی که امروز ما سر دوچارش هستیم تا به حال لاینحل مانده. بنابراین دکتر صاحب اگر شما موافق باشین در مصاحبه اختصاصی امروز عمدتا میخواستم سوالات خود در رابطه با انکشافات اخیر و جاری و یا آن انکشافاتی که از مصاحبه اخیر ما و شما که تقریبا یک سال گذشته رخ داده بود از شما مطرح بکنم اگر اجازه شما باشد دکتر صاحب. بله جلالی صاحب، ما کاملا با شما موافق هستم، بفرمایید صاحب. سوال اول ما از شما این است دکتر صاحب که انکشافات تقریبا یک سال اخیر در افغانستان و موقف جامعه بین‌المللی را در قبال آن چی گونه ارزیابی میکنین؟ یعنی اوضاع به صورت عمومی تا یک سال اخیر در کدام قسمت ها انکشاف کرده است؟ جلالی صاحب به صورت مختصر و با تأسف البته اگر بگویم که برغم تمام امی آرزوها و امیدواریایی که با ختم دوره ماموریت آقای کرزی در دوره اول ریاست جمهوریشان و البته بعد از پیروزی رسیدن رئیس جمهور اوباما در امریکا در قبال حل و فصل منازع تلخ و طولانی در افغانستان، عموم امیدواری‌ها و آرزوهایی که به وجود آمده بود به رغم از او مردم افغانستان متاسفانه یک بار دیگر بنا به دلایل مختلف که در جریان از این مصاحبه ما و شما البته به تفصیل فرصت بتدست صحبت خود کردیم، بازم اینا مایوس باقی مانده و متاسفانه اوضاع سیاسی، اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در که همه ما و شما شاهد هستیم از این مدتی که ما و شما تا بالی دیگه مصاحبه نداشتیم، با گذشت هر روز به سر کشور ما به صورت روزافزون متاسفانه و وخامت بیشتر کسب میکنه. مسیر از یوادست که به میگونه خطرناک و این انتشافات منفی به شرایط ای تحقق میپذیره متاسفانه در سمت غلط یک حل سیاسی و یک پروسه سیاسی و حل و فصل سلامیز کاملا به جریان از این مدت غیر حاضر بوده و همه کارها به طور نظامی رادیکلایز شده. بله. هیچین یک وضعیت تعداد بیشتر و بیشتر مردم افغانستان به نارضایتی و بغاوت و بالاخره در دفاع از بغاوت مسلحانه کشنده و در سر تا سر کشور متاسفانه جنگ و نارامی رو به تزاید است، اوضاع امنیتی را خراب ساخته، خوندیزی تلفات متاسفانه برای مردم ما و نیروهای اعتراف جامعه جهانی که اونا هم به خاطر مساعدت به امر صلح و عمران دوباره افغانستان و در مقابله با دهشت ازگنی و مواد مخدر به اونجا رفته بودن ایر بیخی به یک وضع غیر قابل تحمل به بدل ساخته جلالی چه. بله دست جنگ و دهشت ازگنی در سراسر مملکت ما متاسفانه اعتماد مردم در داخل و خارج به خاطر دستیابی به یک صلح و یک فردای مطمئن تضعیف کرده و چنانچه بنا به همی عوامل و معیشت های ناشی از تشدید جنگ هست که اراده جامعه جهانی را هم میبینیم که در رای مساعدت و بذل مساعدت و امر صلح و بازسازی و عمران دوباره افغانستان ما هر روز در حالت تضعیف قرار دارن. یا متاسفانه من کدام گزارش مثبت را نتانستم داشته باشم طوری که همه ما شما عینی میبینیم وضع و ارزیابی ما از انکشافات اوضاع اخیر در این مدتی که ما شما صحبت کردیم در این منوال است. به نظر شما عوامل و دلایل اساسی از این اوضاع رو به وخامت در چی نقطه از کشور عزیز ما افغانستان؟ اگر به طور کل بگوییم فقط و فقط تخطی و به بیرا کشاندن مواد موفقت نامه های بان و تطبیق از او عامل مادر است. بله.
اگر این عوامل و جریان این مدت که شما مطرح کردین پیش صحبت بکنیم جلالی صاحب، عمدتاً دو عامل از لحاظ داخلی به توجهی تمام در طول این مدت و بازی با اراده آزاد اکثریت مردم افغانستان است. اینا هیچ وقت به طی از این مدت توجه صورت نگرفت که شامل ساختارهای دارای پایه‌های وسیع با یک حکومت و یک دولتی که او از جانب مردم برای مردم و توسط مردم باشه فهم داده نشدن و ما تا حال هم به این ناکام هستیم که تا یک قوای اجرایی، یک قوای قضایی و یک قوای مکننه که او در حد اقل حتی از مردم افغانستان نمایندگی کنه او را ما نتانستیم که ایجاب کنیم. و البته در عوض از او دوام یک حکومت نامشروع از همان آغاز و تطبیق و یا جلوگیری از تطبیق موافقتنامه های کن که به صورت نامشروع به وجود آمد، دوام همین حکومت نامشروع غیر قانونی و نابکار، من کلمات خود بسیار حساب شده که این در سطح بین‌المللی هم تسجیل شده، نامشروع یعنی غیر قانونی، نابکار یعنی که بیکاره و غیر مسلکی و فاسد که مملو از اختلاس و خیانت و رشوت، دوام امی دولت است از لحاظ داخلی. عامل دوم مالوندار به علت مادر در عامل خارجی رومانا نه تنها توقف بلکه تشدید روزافزون امی مداخلات از جانب کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و ایران در امور داخلی مردم افغانستان است. این پروسه های مربوط به تحریر، تجهیز، تمویل، صدور افراد، اشخاص و گروه های مسلح را که او شامل هموطنان ما هم میشه و داخل کشور بهش شدت کمایی کرده در طول این مدت. ما فکر میکنم که صورت جنبندی اگر بگویم امی دو عامل که یکی در نبود و غیرحاضری یا حل سیاسی و دیگر هم ادامه مداخلات از خارج دست به دست هم داده و اوضاع را به طور روزافزون وخیم ساخته از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی و نظامی در افغانستان جلوه کرد. دکتر صاحب تشکر از توضیحاتتان. شما یقینا که رشته تان حل و فصل، یعنی رشته تخصصی تان حل و فصل منازعات ملی و بین المللی است. اگه گفته میتونن که ما چی گونه میتونیم به این دو عامل عمده که شما او را تذکر دادین به صورت مؤثر رسیدگی بتانیم و در حلش کار کرده بتانیم؟ بسیار سوال بجایی کردین جلالی صاحب. ما زمان به این دو عامل عمده و بزرگ رسیدگی کرده میتونیم که در قدم اول به اراده آزاد اکثریت مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان احترام کنیم. باز به تأثیر از او ما یک دولت نماینده که او از مردم، توسط مردم و متعلق به مردم باشه ایجاد شده بتنیم. دو، رهایی مردم افغانستان از بند یک نظام نامشروع که من قبلا خدمت شما گفتم فاسد و نابکار است. به همین ترتیب تعویض همچو یک اداره نامشروع فاسد و نابکار با یک سیستم دولتی که او ممثل اراده آزاد اکثریت مردم افغانستان باشه و به می ترتیب به وجود آوردن میکانیزم های قابل اعتماد برای ایجاد یک قوای اجراییه، یک قوای قضاییه و یک قوای تقنینیه که او پایه های وسیل بنیاد و مردمی در افغانستان داشته باشه از سراسر کشور ما باید متوسل شویم. و اخیر الامر که کار را باید در راه قطع مداخلات کشورهای همسایه و پیشروی از اونا در ایران که من بیشتر از او تذکر دادم و تفکیک کردن افغان ما که اینا مورد توی استفاده رژیم نظامی پاکستان از آغاز تا می اکنون قرار گرفتن، تفکیک از اینا با عناصر خارجی
با میترسی در کنار سایر نیروهای افغان در یک پروسه صلح و ساختارها و میکنونهای وسیل بنیاده که وزهاد اجرایی تقنینی و قضایی افغانستان شمول باشه میتونه صورت بگیره. دکتر صاحب، شما در یک مجموعه بین المللی که عبارت از مؤسسه ملل متحد است تشریف دارید. اگر از شما بپرسیم که به صورت مشخص چی کارهای عملی و مشخص به خاطر رسیدگی به می اهداف که شما را او را به صورت مجموعی تشریح کردین انجام شده، اینه در سطح بین المللی چی کارهای انجام گرفته در راه رسیدن به می اهداف؟ تشکر جناب رئیس. اما قبل از اینکه ما به مو کهن مسئله که در این سوال شما نکته بپردازم، میخواستم بگویم که مسائل مربوط به افغانستان مانند سایر نقاط جهان، خصوص مسئله مربوط به جنگ و صلح در افغانستان، هیچگاهی یک بوده نمیتونه و به خصوص قضیه مغلق و پیچیده مثل افغانستان در منطقه ما همواره ناگزیر خواسته یا ناخواسته دارای ابعاد خارجی میباشه که بنابر او باید ما نباید فراموش کنیم که همه مطالب را باید در یک ارتباط ناگزستنی با خارج، اوضاع منطقه و ای که چگونه ای اوضاع اثرگذاری داره به سایر نقاط جهان مورد غور و بررسی قرار بدیم. البته از لحاظ علمی و عملی و کاری هم که امی مسئلت ما هست در این جهان با هم مرتبطی که ما داریم همطور یک برخورد و ارزیابی یک امر کاملا طبیعی. بله. از لحاظ داخلی اگر ما برای شما به صورت مشخص بگویم که در مشورت در تفاهم با مردم افغانستان، در مشورت با تاریخ، انعنه، رسوم و عادات مردم ما و با احترام به اراده مردم، ما خواستیم که در قدم اول در مشورت با مردم خود در یک دیالوگ، در یک تفاهم بین افغانی، یک نماینده دولت نماینده و وسیل بنیاد که او دارای مراحل مختلف بود که شما او را در امو طرح معروف ما هم خواندین، ما با او دست یافتیم تا او بتانه که با شرایط لازم بعد از ایجاد نهادهای انتقالی در سطح اجرایی، در سطح قضایی و در سطح تکنینی به دست بتبر ما برای با وجود آوردن همچو ارگانهای نماینده و واقعا افغانستان شمول دائمی. دیگه این کار صورت گرفت به صورت مشخص از لحاظ خارجی و بین‌المللی با ختم دوره ماموریت اداره نابکار باش که همه ما و شما با کارهایی که متاسفانه در اون دوران در خارج و در داخل صورت گرفت آشنایی داریم، با این که بعد از آغاز دوره ماموریت رئیس جمهور اوباما که اونا با یک اقدام نیک با رسیدگی با مسائل مربوط به افغانستان که در سرخط سیاست خارجیشان قرار داشت یک استراتژی جدید تدریسی کردن. در چارچوب از این استراتژی طوری که ما و شما همه شاهد بودیم، در چارچوب از این اداره جدید در امریکا متعهد شد که از یک طرف در سمت مساعدت و به تمثیل اراده واقعی اکثریت مردم افغانستان که آرزوی افغان ها بود از یک طرف، و از طرف دیگر در سمت ایجاد یک دولت مشروع واقعا نماینده، یک دولت غیر فاسد و یک دولت کارا مطابق به آرزوی مردم افغانستان از لحاظ داخلی ایرا اونا مساعدت بکنند. و پیشتر ما گفتم که این مداخله نیست، این مساعدت است، بخاطر از این که همین قضایا به می گونه در همین جهان مرتبط در دیگر نقاط جهان هم به می نوعی مساعدت شده و حل شده. مسئله دومی که در این استراتیجی جدید رئیس جمهور اوباما مطرح می شد برای اولین بار البته، اما فاکتور مادر که فاکتور مداخله، تحریک، تربیت، تمویل
و تجهیز نیروهای مطلع که این قبلا ما به شما و خدمت شما گفتم در پاکستان میباشه که بسیار توجه جدی به اون مبذول شد. چنانچه برای اولین بار شما نام پاکستان در عنوان سرخط استراتیجی دیدید که گفته شد که استراتیجی جدید اداره اوباما در قبال اوضاع افغانستان و پاکستان امی اضافه کردن از این کشور و مذاق نظامیگران پاکستان از امون آغاز برابر نشد. بنابراین به خاطر عمل کردن این استراتیجی جدید در دو بند داخلی و خارجی در راه مساعدت و تأمین سال و عمران دوباره افغانستان از یک طرف و قطع مداخلات خارجی از کشورهای همسایه بخصوص کشور پاکستان تصمیم گرفته شد که بیشتر اداره جدید از توسل به رای حل نظامی فاصله گرفته و بیشتر روی یک رای حل سیاسی تاکید صورت گرفته و بیشتر در سمت ملکی، در سمت اقتصادی و در سمت بازسازی امی انرژی امریکا و سایر نیروهای ائتلاف به خط زده شده و به همین ترتیب نیروی انرژی امی کمک‌های ائتلاف بین‌المللی در افغانستان زیادتر سمت داده شود به آن مناطق سرحدی که از اونجا مداخله در امور داخلی افغانستان با می تمهیل و تجهیز و صدور افراد و اشخاص و گروه های مسلح در کشور ما صورت می گیرد. البته نه تنها که این طرح یا استراتژی جدید به خاطر این اهدافی که ما به خدمت شما گفتم به خاطر این اهداف نکو روی کاغذ ریخته شد، بلکه به خاطر تطبیق و تحقق ازی در عمل رئیس جمهور دست به یک سلسله مقرری های در صد ارشد در عرصه سیاسی، در عرصه ملکی، در عرصه نظامی و بین‌المللی زد که چنانچه شما دیدین که شخص به نام آقای ریچارد هالبروک که او من امرایشان از گذشته هم بسیار زیاد وقت و معرفت داشتم چون یک جای ما از طرف ملل متحد و اونا هم از طرف امریکا و منطقه بالکان کار میکردیم. از لحاظ نظامی شما دیدین که یک جنرال جدید به نام مکرستل و از لحاظ بین‌المللی یک دیپلمات بسیار کارشناس و ورزیده به نام سفیر یا آقای پیتر گالبرت که اونا باز از لحاظ بین‌المللی رئیس یک امریکایی در سمت معاونیت امو سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما به عباره دیگه مشن کمک و امور افغانستان که در کابل مقرش است اینا مقرر شدن به این پوست ها بزی که تطبیق استراتیجی جدید با امی برخورد جدید اینا کمک بکنن. دیگه بنابر آن شما میبینین که از یک طرف تغییرات بسیار بنیادی در برخورد با مسائل داخلی و کمک به حمل و فصل زو و همچنان در ارتباط با مسائل خارجی و کمک به او تریدی شده و اشخاصی بسیار ورزیده در اونجا برای تصدیق ازی به کار گماشته شدن. امی مطالب مشخصی بوده که اگر من سوال شما را تانسته باشم جواب بدم که به صورت مشخص گفتین چی اقداماتی شده بود. میتونم از شما به صورت اخص بپرسم که شما اشخاص بسیار بلندپایه‌ای را که در سطوح ملکی و نظامی و بین‌المللی از اونا نام بردین و اینا به خاطر تحقق همه جانبه استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما و ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و پاکستان به کار گمارده شده بودن و باعث بعد از تغییر سیاست اداره بوش با اوباما در سمت ختم جنگ، اعاده صلح در افغانستان و قطع مداخلات از کشورهای همسایه به خصوص از کشور پاکستان، چه وظایف مشخصی را اینها به خاطر اوی اوامری که برشان شده بود انجام دادن، همچنان همکاری و یا هماهنگی میان از این اشخاص که بسیار کلیدی بودند در این کار و مردم افغانستان و حکومت کرزی
نمایندگان مردم افغانستان و آرزومندی های مردم به خاطر اعاده صلح و عمران دوباره افغانستان و من جمله شخص خود شما به حیث یک افغان و یک متخصص و کارشناس یعنی شناخته شده در مسائل بین‌المللی بوده، این شما نظرتان در این مورد چی است؟ جلالی صاحب، ما با تمام احترام و قدردانی از طرح سوالات شما به صورت سیستماتیک که او کار را آسان می سازه زنده باشید می کنم و خوشحال هستم و بسیار مرتبط شما سوال می کنین. به خدمت شما بگویم که این اشخاص و مقامات ارشد را که شما گفتین که به خاطر تحقق بخشیدن استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان و پاکستان اینا استخدام شده بودن، که من جمله از آقای ریچارد هالبروک و سفیر پیتر گاربرت و بخصوص در عرصه ملکی همی دو نفر از تماس ها و کارهایی که اینا گرفته، از توزیع و تشبیه و صحبت هایی که اینا با حکومت افغانستان گرفته و در راست مذاکراتی بسیار طولانی را اینا و دشوار را البته در مقطع مختلف با آقای کرزی انجام دادن و از او کارا گرفته اینا تا کار با جامعه بین‌المللی و حضور امی کشورهای ائتلاف که تقریبا او به 47 تا 50 مملکت میرسه که بعضا این شماره تغییر میکنه و ایجاد هماهنگی به خاطر امی قوتها، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیر حکومتی و سازمانهای بین‌المللی که در افغانستان یک وجود بسیار گسترده دارن، اینا کارهای بسیار زیادی را به خاطر هموار ساختن زمینه در رای تطبیق امی استراتژی انجام دادن که متاسفانه از این جمله هر دویشان نه آقای هالبروک که اونا فرض کردن و کارهای بزرگشان همیشه با ما و مردم ما و سایر نقاط جهان باقی خواهد بود از او قدردانی میشه و نه آقای گالبرت، شما دیدین اونا هم بنا به دلایل بسیار مغرضانه از جانب آقای کرزی در خفا سلب اعتماد شده و به عیز یک شخص نامطلوب فعلا وجود ندارن و از وظیفهشان که معاونیت دفتر سازمان ملل متحد برای امور افغانستان با عهدهشان بود به عیز یک امریکایی الاصل، اینا با عدم باور به این که انتخابات یک امر معقول در جامعه که در حال جنگ نباشه یا اصلا باشه، او وقت مسائل مربوط به انتخابات مطرح بود که باز آقای کرزی اوجه برای دور دوم خود انتخاب کردن، بسیار زیاد کوشش کردن که اگر از انتخابات به عیت یک میکرزم غلط و نادرست در شرایط جنگی که در همه جای هایی در چنین شرایط که در اونجا شرایط امنیتی، تکنیکی، مادی، عینی و عملی برای ایجاد و انجام یک انتخابات عادلانه و شفاف وجود داشته نمیتونه، بسیار جلوگیری کرده. البته این مطالب نیست که شما و سایر هموطنان ما و دیگران ایرا در مطبوعات دیده باشن و روی کاغذ خوانده باشن، اما ما به حیث کسی که در جریان از این مطالب قرار داشتیم از لحاظ وظیفوی و از لحاظ شناخت قبلی که با هر دو آقای هالبروک و سفیر گالبرت در منطقه بالکان داشتیم که نا هر دو اوجه مأموریت میکردن به نمایندگی از ایالات متحده امریکا و از این مطالب به صورت واقعی بینانه خبر استم. دیگر اینا خواستن که اگر آقای کرزی به عوض انتخابات بعد از تکمیل دوره اولشان برن به طرف امو انعنه مردم ما و به عوض از این که یک انتخابات ناکام، ناقص و انتخاباتی که باز او در معرض تقلب و فروش قرار بگیره و یک لوی جرگه به ایجاد یک لوی جرگه و اعلام یک لوی جرگه مردم افغانستان دعوت کنه. این هم متاسفانه در برابرش مقاومت صورت گرفت و همزمان با این اشخاص شایسته و ارشد که موظف شده بودن برای تطبیق استراتژی جدید، همزمان با این در چارچوب استراتژی جدید
برای کاهش حل نظامی اینا بسیار زیاد مبارزه کردن، زیاد کوشش کردن که اما چرا که در استراتیجی آمده افزایش بر حل سیاسی و عمدتا جلوگیری از ازدیار قطعات اگر شما یادتون باشه و اعزام قطعات اضافی به چارچوب البته از طرف امریکا که اینا میخواستن جلوش گرفته شود، بیشتر تاکید روی مساعدت و کمک امریکا و سایر متحدین بین‌المللی و نیروهای ائتلاف در ساحه اقتصادی و امر بازسازی کشور بود. در حالی که شما خبر دارید که قبل از انتخابات ریاست جمهوری به اساس امی کارها و فعالیتهای نماینده ارشد امریکا و خصوص آقای آلبروک و زوارشان پیتر گالبرت بود که باید اوضاع باید در جریان یک کنفرانس بین‌المللی که باید در کابل تصویر می‌یافت تسهیل شده و در اونجا تصامیم در سمت تسهیل و تحکیم و تقویت استراتژی جدید در کابل تصویر می‌یافت و صورت می‌گیرد. متاسفانه ای هم با توطئه و تبانی در برابرش مقاومت صورت گرفت و اون کنفرانس از یک مدت و بعد از یک مدت بسیار طولانی البته در لندن دایر شد که با آجندایش، محلش، زمانش و همه مطالبش تغییر کرده که من این البته وقتاً پا وقتاً در مصاحبات خود از طریق برنامه های دری و پشتو با رادیوهای بی بی سی و صدای امریکا و همچنان به زبانهای انگلیسی به سایر مطبوعات جهان من جمله تلویزیون الجزیره هم در موقع توزیع و تشریح داریم. اینا از لحاظ داخلی مسئله مربوط به دیالوگ بین الافغانی که او به صورت افغانستان شمول در چارچوب یک اتحاد برای طول عمران دوباره افغانستان و که اولین جرگه از او اگر شما باید داشته باشین در هتل انترکانتینتال کابل در امی هدف به نام جرگی وسیل بنیاد نمایندگان مردم افغانستان که به او یک تعداد کثیر از نمایندگان واقعی مردم اعم از اشتفیدا، بزرگا، اقوام، قوانین، علما، مشایخین همه کسانی که به صورت واقعی نفوذ داشتن به شمول گروه ها و افراد مسلح به شمول نمایندگان طالب اشتراک کردن که حتی دولت شما دیدین که اجازه نمیداد که این تدبیر بیافه تا ای که تحت فشار و بعد از مداخلات بسیار زیاد اینا مجبور به این شدن که او اجازه بدن و امنیت از اون که به مخاطره انداخته بودن هم از خطر خلاص کنن. دیگه این بود خدا کنه که من به طور معجز سوال آخر شما را جواب داده باشم. لطف کردین دکتر صاحب، بسیار مفصل و بسیار بجا و راستی بسیار بسیار مشرع حرف زدین در این مورد و سوال ما تا به حساب 100% حل شد. دکتر صاحب طوری که شما فرمودین مردم افغانستان با توجه به اقدامات رئیس جمهور اوباما بعد از پیروزی و اداره اوباما در قبال افغانستان امو پلان هایی که اتخاذ شد و استراتژی هایی که اتخاذ شد بسیار امیدوار شدند و فکر کردند که به تغییرات عمده در چارچوب یک استراتژی جدید در قبال افغانستان و پاکستان گویا به مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره و صلح در وطنشان تأمین و مداخلات خارجی از کشورشان قطع میشه. اما ما شما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ یک از این امیدواری ها برغم نیات نیک اداره رئیس جمهور اوباما و ضرورت و آرزومندی مردم ما برای صلح تا می اکنون جامعه عمل نپوشیده. شما عدم توانایی اداره رئیس جمهور اوباما و سیستم کاری او را در رابطه تطبیق استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان و پاکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ من کاملا با شما موافق هستم که هیچ یک از این مسائل و سیاست هایی که اتخاذ شد متاسفانه علی‌رغم تمام کوشش هایی که او را ما با شما توضیح کردم اینا جامعه عمل نپوشیدن به خاطر از این که اونایی که از همون آغاز مواد موافقتنامه های بنه
و بیراها کشنده ما وقت نماهای گنه و گروگان گرفته و بر اساس امی گروگان گیری که در از او آقای کرزی قرار داره به قدرت رسیدن که تا امروز قدرت مصنوی خود حفظ کردن. اینا هیچ وقت نمیخواستن که با ادامه سلطه و حکمرانی نامشروع نابکار و فاسد از اینا مثل هر اداره نابکار فاسد و منحشو که نمیخواه که اون نقطه پایان گذاشته شد نقطه پایان گذاشته شد. بنابراین اینا تا که تانستن در راست آقای کرزی و برابر تمام نمی اقداماتی که از جانب جامعه بین‌المللی از جانب مردم افغانستان در داخل و خارج در سطوح مختلف در ابعاد مختلف صورت گرفت شدیداً به مقاومت پرداختن. برای از اینکه اینا این مقاومت خود واقعاً تسجیل کرده باشند اینا در همکاری بسیار نزدیک با نظامیگران پاکستانی که اونا هم منافعشان دیگه در سیاست های جدید دیگه خاتمه میپذیرفت در تبانی با اونا در تبانی با نظامیان پاکستان منابع استخبارات پاکستان در تبانی با کشورهای همسایه که از او منام گرفتم ایران من جمله در تبانی نزدیک اینا با مقاومت پرداختن تا سرحد که اینا از امو دردها و اختلافاتی که بین مأمورین گذشته اداره نابکار بوش و اداره جدید اوباما در رسته های ملکی، در رسته های نظامی، در رسته های دیپلماتیک و در تمامی رسته ها اینا تبانی کردن با اونا هم و متاسفانه اونا هم از این دام خطا نخوردن و این دولت تانست که در برابر تمام امی اقدامات جدید به خاطر ختم جنگ به خاطر ختم امی اداره به خاطر ختم منظور امی اداره خود امی نابکار آقای کرده از این جلوگیری کنند. دیگه بنابر آن تمام کارهایی که اینا کردن با لجاجت تا سرحد که شما اطلاع دارین که اینا جامعه بین المللی سازمان ملل متحد اداره جدید اوباما را تا سرحد تهدید و خود انداختن به دامن کشورهای همسایه ایران و پاکستان کردن که متاسفانه این سیاست شانتاژ لجوجانه و گستاخانه تا هنوز هم ادامه دارد. اینمی علت بقای از اینا و کار در جهت زد و مقاومت از اینا در برابر امی اقداماتی بود که امروز متاسفانه بنابر امی دلائل درست. دکتر صاحب جان سوال دیگه پیدا میشه که چگونه اداره اوباما و تیم مجرب کاری که رئیس جمهور در قبال حل و فصل اوضاع افغانستان و پاکستان استخدام کرده بود و او با این گونه موانعی که شما در سوال قبلی به او اشاره کردین مواجه شده بودن اینا مقاومت نکردن و بالاخره عاملی که مقاومت آنها اگر هم بود چی بوده و چرا تا حال را به نتیجه مانده است؟ کدام ها از عواملش کدام ها بوده و در سطح داخل از طرف مردم افغانستان و نمایندگان واقعی آنها چگونه به خاطر دفاع از اجرای تغییرات از امی تغییرات مطرح شده در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان و پاکستان اجراعات و یا مقاومت و استادگی صورت گرفته؟ شما اگر به صورت مختصر لطف بکنید. جلالی صاحب طوری که همه ما و شما شاهد بودیم بیاد میاریم که زمانی که همی مسئولین ارشد که به نمایندگی از اداره اوباما سر تطبیق از این استراتیجی اینا مقرر شده بودن و استخدام شده بودن اینا مقاومت های بسیار زیادی را از خود نشان دادن که یک سلسله از این مقاومت ها البته به صورت علنی و توجه افکار عامه رسانده شده و یک تعدادش هم البته باقی مانده که ما با استفاده از فرصت میخواهیم که ایره به خدمت شما
بس بفرمایید. توجه بیننده محترم ما برسانید. ببینید که زمانی که امی مقاومت صورت میگیره که باید که انتخابات صورت نگیره و انتخابات یک امر معقول و ممکن نیست و جرگه صورت میگیره و اینجا زمانی که تصمیم گرفته میشه که ما باید از حل نظامی فاصله گرفته و زیاد روی حل سیاسی فشار بیاریم و تأکید بکنیم به اینجا اداره کرده با مراجعه و ابو بازماندگان اداره باشت مورندار بنا در مخالفت با سیاست های جدید رئیس جمهور اوباما قرار داشتن از یک طرف و از طرف دیگر در توانی با عناصر داخلی از تدبیر جرگه و یاد انتخابات جلوگیری میکنن تا سرحدی که باز این انتخابات متاسفانه ولو تقلبی در عمل صورت میگیره اینا توانی میکنن با ارتباطی که نماینده سابق سازمان ملل متحد آقای کای آید متاسفانه با بازماندگان اداره بش داشت و با استفاده و اتکا به امی جنرال مکرستل که او هم متاسفانه از بازماندگان و بقایا و دنبالگرای سیاست بش بود اونا پس میرن به مو حل نظامی و ای راهای حل سیاسی و راهای حل مردمی را ازش فاصله میگیرن و در برابرش به اصطلاح ایره به چالش میکشانن. زمانی که انتخابات آغاز میشه شما میبینین انتخابات ریاست جمهوری که در اونجا آقای کرزی خلاف تمام مشورت ها خود باز یک بار دیگه کاندید میکنه و جامعه جهانی را و مردم ما را در یک انتخابات تقلبی و ناممکن به چالش میکشانه. باز پافشاری صورت میره که گویا تقلبی صورت نگرفته تا سرحدی که در همین گیردار و به خاطر گفتن حقایق و مقاومت هایی صورت گرفت آقای سفیر پیتر گاربرت که من پیشتر به خدمت شما گفتم که من همراه از اونا معرفت از منطقه بالکن دارم و اینا به عیس یک شخص نامطلوب که البته رسمی اعلام نمیشه به سازمان ملل متحد فرمسته میشه که ای باید ماموریت اینجا خاتمه بپذیره و چنانچه خاتمه پذیره پس ای خودش این یک نمونه از مقاومت است. آقای هارگروپ که در صحبت های اول و دومشان نتانستن که یک مناسبات بسیار خوبه بخاطر امی حقایق با آقای کردهی داشته باشن که آلی اونا در بین ما وجود ندارن و قصه های از اونا تمامنش به تفصیل برای ما معلوم است عمدتاً رفتن کار خود زیادتر در جنبه مداخله از پاکستان سرش تاکید کردن چنانچه او به این متهم است که گویا زیاد توجه به پاکستان داشت تا ای که به افغانستان داشته باشه آنان که معلومدار باید توجه به پاکستان به حیث عامل مادر او میکرد و کار درستی کرده بود که به این زمینه ما هم مشورت های بسیار صادقانه بر از اونا داده بودم که علی کار اونا کرده. تفاولی شما دیدیم که سرحد تا جنجال رسید امی مسئله مربوط به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری همونطور که پیشبینی شده بود و اینا با لجاجت او را تدویر کردن خلاف اراده مردم افغانستان خلاف امی آرزوهای اداره اوباما که او ناشی میشد از اراده آزاد مردم افغانستان و کمک در سمت ازو شما دیدین که اونا باز بر دور دوم انتخابات که باید تدویر میشد هم مقاومت کردن سرحد که یک مأمور عالی رتبه که او کاندید ریاست جمهوری سابق به نام سناتور جان کری بود و کابل رفت دون رفتن از او اطرای محضله شما خبر دارین که حل نشد. بنابراین به همین ترتیب صحبت هایی که معاون کنونی رئیس جمهور پیش از انتخابات و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا با آقای کرزی داشتن و پروتوکول های صحبت که ثبت شده همش مملو از واقعی بینی مقاومت در برابر امی حرکات و سکنات خودسرانه و
خود خواهانه و لجوجانه تا جایی که امکان داشته بوده، پس من یک چند لنگه از مقاومت به خدمت شما میروانی بفرمایید. لطف کردین، میدانم توضیحات شما که بسیار زیاد جالب است و چیزهای ناگفته بسیار زیادی است که سوالات بسیاری از هموطنان ما را هم میتونه حل بکنه، و من یقین دارم که این همه توضیحات ناشی از شامل بودن خود شما در درون مسائل و قضایای افغانستان و مسائل بین‌المللی و آشنایی نزدیک با بازیگران ملی منطقوی و بین‌المللی مربوط به اوضاع افغانستان و پاکستان است. این توضیحات شما را سوال دیگه در ذهن ما بایسا پیدا میشه و میسازه، و اویی که جناب دکتر صاحب چگونه جناب کرزای صاحب توانسته با تمام عظمی مسائلی که شما ذکر کردین و توضیح دادین در جریان سیاست های معاملگرانی خیش در برابر امریکا، اروپا و سایر بازیگرای بین‌المللی مقاومت بکنه و تا کنون به قدرت خود دوام بده و یا به حاکمیت خود دوام بده؟ بله، چه سوال بر جای جلالی سید. بازم ای طوره که قبلن هم اشاره کردم در یکی از جوابای قبلی خود، بله، سیاست معاملگرانه در داخل با نیروهای غواصه از یک طرف، نیروهای نامشروع و نیروهای فاسد از یک طرف در داخل، سیاست که پر از تباریس از بین آقای کرزی و رژیم نظامی و استخبارات پاکستان از جانب دیگر، و شامل ساختن ایران در این مثلث یک فاکتور دیگر، و از لحاظ بین‌المللی استفاده و سوی استفاده از مأمورین سابق اداره جورج دبلیو بوش، مخالفت از اونها با اداره کنونی و به همین ترتیب مخالفت اداره های احزاب بر سر اقتدار در کشورهای بزرگ من جمله از 47 تا 49 مملکتی که در ائتلاف بین‌المللی شامل شدن یا کلش دست به دست هم داده، و عوامل از این مقاومت توسط آقای کرزی به دست داده، و امی عامل بقایش است تا سرحدی که من پیشتر و شما گفتم که او جامعه بین‌المللی را و من جمله در راست امریکا را تهدید، و چنانچه ما شما را دیدیم در رفتن به تبانی با رژیم نظامی ISI در پاکستان از یک طرف و رژیم آخوندی ایران از دیگر طرف تا یکان دفعه سرحد دستاندازی تا مسکو روسیه کرده. این عاملش است که تانسته که مقاومت بکنه که این سیاست ها را ای از یک دست بودنش اینا جلوگیری کردن، و از این درد هایی که در بین از این نیروها در سطح بین‌المللی و ملی وجود داشته دکتر صاحب، شما از توانایی های رژیم پاکستان و استفاده از اون رژیم از آقای کرزی در قسمت درز انداختن و نفاق در برخوردها و یا استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان و پاکستان صحبت بسیار مفصل کردین، آیا می توانید چند مثال مشخص و بارز را در این رابطه، یعنی سیاست های درز انداز و نفاق افغان آقای کرزی و رژیم نظامی پاکستان بر بیننده ما توضیح بدین؟ بله، مثلا جلالی صاحب شما ببینید که وقتی که در استراتژی جدید آقای اوباما سریعا مطرح شده که ما از حل نظامی باید فاصله گرفته و بیشتر تاکید کنیم بر یک حل سیاسی، به اینجا شما اوتومات نیبینیم که یک جنرالی که او از بقایای سیاست های جورج بوش متاسفانه در اینجا تا قرار حاصل کرده بود، او در تبانی با جنرال های پاکستانی که تغییر از این وضع مورد نور و نفع از اونا هم نظر لحاظ گرفتن کمک های نظامی تحت نام افغانستان و کمک های اقتصادی و نظر لحاظ قطع مداخلات مورد نور و نفع جنرال های پاکستانی
اینا من گرفتم که گو باید اوامر رئیس جمهور امریکا را که ما شما او را به نام سرکماندان قوای علای مسلح قانون اساسی مشناسیم و اوامر جو کلش باید که در عمل اجرا شود، او را گرفتن به این تشویق کردن تا گزارشات را منتشر بسازه، ارزیابی های را منتشر بسازه و خلاف استراتژی رئیس جمهور اوباما بر حل نظامی تاکید کنه، چنانچه هم امی بر اساس گزارشات نامطلوب و نامطبوع جنرال مکریستال بود که اداره اوباما مجبور به قبولی ازدیاد قوای امریکا در افغانستان شد. شما اگر بیان داشته باشید. مثالش مثال دیگه که اینا به همراه در تبانی با نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در خود کابل با که او البته ارتباط داشت با امی جناح‌های طرفدار اداره سابق جورج بوش بر علیه اوباما، اینا از طرح جرگه و از تدبیر انتخابات تقلبی حمایت کردن که تمامنش به ریکارد وجود داره و آقای پیتر گاورد که معاون از این نماینده خاص سرمنشی بود در مخالفت قرار گرفت. اینمی دو مثال که ما برای شما گفتم و مثال های فراوان دیگه وجود داره که البته در زمان و وقتش که مناسب باشه اون خاص گفتیم و به اطلاع وطن دارای ما میرسانیم ولی کافی خاص باشه و اینا در از مخالفت در امریکا، از مخالفت در بین نیروهای ائتلاف، از مخالفت بین ملکی ها و نظامی ها در پاکستان اینا استفاده کرده و بخصوص رژیم نظامی پاکستان در سرخط و سرمعلمی اردی در خدمت آقای کرزی و متقابل آقای کرزی در خدمت از اونا قرار داشته و اینا یک مردم هستند در قتل. تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. با توجه به این مثال هایی که شما ارائه کردین، سوال پیدا میشه که چطور ممکن است در کشور مثل امریکا، کشوری که مهد قانون و دموکراسی است، برخورد چندگانه در قبال یک مسئله واحد خارجی صورت میگیره و هم در شرایطی که رئیس جمهور مطابق به منافع ملی امریکا باید کار بکنه و کار میکنه یقینا و یک استراتژی مشخص در قبال یک مسئله مشخص خارجی طرح کردند. جنرال صاحب محترم، مختصر بر شما بگویم که مطالب را که شما گفتین در ارتباط با وظایف قانون اساسی، در ارتباط با رعایت نکات را که مورد من میخواییم تکرار کنم بسیار درست است. اما متاسفانه جهان در مجموع و امریکا به صورت اخص در جریان اداره جورج بوش بسیار تغییراتی به ایجاد آمد. مثلا در قانون اساسی امریکا همیشه به صورت عنعنه و از لحاظ تاریخی همی بوده که هیچ وقت ما باید در ادارات کسانی که حزبی هستند به این جناح و آن جناح تعلق دارن باید مقرر نکنیم. بیشتر این مسلکی ها باشند که باید در اونجا وظیفه خود را انجام بدن. مثلا از جانب دیگر در قانون اساسی و در تاریخ امریکا همیشه همی بوده که در ارتباط با یک مسئله واحد خارجی به خصوص یک موضوع واحد باید همیشه وجود داشته باشه. این هم متاسفانه در جریان ماموریت جورج بوش و بعد از او تغییر کرد. بگر او اتفاق و اتحاد را که ما برای مخاطر منافع ملی امریکا در زیر بیرقش میدیدیم ای با امو دوره از میان رفت. بنابراین دو دلیل، یکی استخدام حزبی ها و از طرف دیگر زیر پای ساختن منافع ملی مردم امریکا در برابر منافع گروهی و شخصی، این هر دو عامل مقاومت و تفرقه و قانون شکنی در داخل امریکا شد که او اداره امریکا را که اولین بار در اینجا این کارا رخ میده متاسفانه و چنانچه برپایی را که شما زدین و تفصیل دادین که در تاریخ همون تو بوده درست است، ولی که دیگه همون حالات وجود نداره. این اداره را متاسفانه به دوگانگی و چالش در برخوردهایش در قبال مسائل سیاست خارجی کشانیده که متاسفانه تا میکنون هم این
با تشکر از شما دکتر صاحب از اینکه توضیحات بسیار همه جانبه از چگونگی اوضاع و انکشافات واقع شده با ما و بیننده‌های عزیز ما ارائه کردین و بسیاری از نکات تاریک ناگفته و به بار دیگر از معماهایی که در ذهن مردم ما بود و را شما با این توضیحاتتان گرگوشایی کردین. نظر شما را در مورد وضع جاری در داخل افغانستان، امید برای آینده، موضع‌گیری فعلی آمریکا و جامعه بین‌المللی در قبال اوضاع مغلق و رو به وخامت چی است و شما این را چگونه ارزیابی میکنید دکتر؟ امیدواری میتونه که صرفا در داخل و در خارج به یک عمل وجود داشته باشه. و ما باید علاوه بکنم که 10 دقیقه دیگه وقت داریم دکتر. زنده باشین جلالی صاحب. کوشش میکنم که مختصر صحبت بکنیم. زنده باشین. از لحاظ داخلی طوری که قبلا گفتم باید به اراده مردم افغانستان احترام گذاشته شود و ما یک پروسه از حل سیاسی را باید در ایجا حمایت کنیم که او بتانه که ارگانهای نماینده و میکانیزمهای را به طور مشخص برای ایجاد ارگانهای نماینده اجرایی و تقنیدی در کشور ایجاد کنند. از لحاظ بین‌المللی که وضع همچنان کمک باید شود به خاطر ازی که امیدواری رئیس سمت است که دیگه کشورهایی که به شمول امریکا از 49 مملکت اینا در افغانستان قوت دارند بر از اینا دیگه تحمل و حوصله از این طرفات که متاسفانه اینا فرزندهای خود در اینجا هر روز به طور رو و تضاید در این خون و آتش از دست میتن وجود داشته نمیتونه. این قطعات از کشورهای آمده که در اونجا نظام های دموکراسی وجود داره، حسابی های وجود داره و در قبالش این مردم از اینا و احزاب مخالف کشورها میخواین اهم آرزو دارن که این قضیه باید که حل شده و نقطه پایان به این گذاشته شود. اینمی و از طرف دیگه بد شدن وضع و این بغاوت و تشدید جنگ در سر تا سر افغانستان دیگه اجرای را نمیمانه تا ای که ما به می راه های معقول در برابر خودخواهی ها و لجام گسیختگی ها و لجاجت ها ما عمل بکنیم. ای از یک طرف رای حل است، از دیگه طرف امیدواری را ایجاد میکنه و ما هنوز هم به این مطمئن هستیم به خصوص به این شرایطی که شما میبینیم که یک تغییر بزرگ به امریکا هم آمده و ایجا ما مجلس نمایندگان جدید داریم که آنان که دین روز صد راه استراتژی جدید اوباما شدن اینا عالی اکثریت دارن که در اونجا باید در تصامیم و فیصله گیری ها خودشان هم شامل باشن. شاید امی هم یک عامل مثبت امیدوار کننده برای تغییر وضعیت و دستیابی به یک سیاست واحد که پیش ازی وجود نداشته متاسفانه طوری که برای شما گفتم در امریکا که بازگو تاثیر خود گذاشته بر سر سایر کشورهای ائتلاف در مناسباتش با امریکا افغانستان رفع شود یک منبع امیدواری اضافی. تشکر دکتر صاحب. شما که قسم خود اطلاع دارین یکی از انکشافات اخیر در سال گذشته و امسال هم انتخابات پارلمانی در افغانستان بود و امسال ما شاهد افتتاح پارلمان در افغانستان بودیم، پارلمانی که هنوز موفق به این نشده که رئیس خود انتخاب بکنه. نظر شما را در مورد از این پارلمان و انتخابات میخوایم جویا شوم و ای که این بحران پارلمانی ما را آخر کار ما را به کجا خواهد کشند؟ نظر شما را میخواستم مختصر بپرسم. حالا که ما میخواییم مختصر بر شما بگویم جلالی صاحب که انتخابات بنا به دلایل بسیار مختلف در جامعه که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنیکی او مردمش آماده نیست و مورد سوء استفاده و تقلب و خیانت صورت میگیره. این در ارتباط با ریاست جمهوری انتخابات باشد چی در ارتباط با پارلمانی یک امر بی نتیجه و ناقص است و چنانچه ما شما ای را گیره در زندگی و تجربه خود. ای که بدیل از این شده میتونه بدیل از این در جامعه ما آماده ساختن شرایط بر همچو انتخابات است که او از طریق امی ارگانهای انتقالی اجرایی، قضایی، تصمیمی که مطابق به اراده مردم
از طریق یک دیالوگ سراسری بین لقانی، تفاهم و گفت و شنود افغانستان شمول، اتحاد بر صلح و عمران دوباره افغانستان با تدبیر یک لوی جرگه رو هم انتقالی باشد که باز خودش میتونه که یک ارگان تقنیر انتقالی باشد هم فصل شده میتونه. حالا شما پیشتر شما از من سوال کردین با وجود که وقت بسیار کم است در ارتباط با اینکه چی اقدامات شده و ما چگونه از هر نوع امکان استفاده کردیم. مثلا وقتی که ما دیدیم که آقای کرزی با لجاجه و با خودخواهی از تدویر جرگه و تقویت خود امی جرگه و عیسی یک قانون ممثل اراده مردم افغانستان جلوگیری میکنند، ما کوشش کردیم و چنانچه آقای جنرال پیتروئر که بنابرای این مورد بسیار خدمات زیاد را کردن و حتی امی جلسه اول از اینا در هفته های اول حتی تا یک ماه پیرامون از این مطلب بود، البته او طرح اصلی زور ما خاکه کردیم و بنیان گذاشتیم که ما چگونه میتونیم که از پایان به طرف بالا نمایندگی مردم و صدای مردم در تصمیم گیری بلند کنیم. اساس از این طرح ما پیشنهاد کرده بودم که اگر اینجا ما جرگه های محلی را در سطح قرا و رسواری ها و محلات موجود داریم، جرگه های محلی از متنفذین و آنان که واقعا قدرت محل را دستشان است، اگر اینا ریشتفید هستند، اگر خان هستند، اگر بزرگ هستند، اگر رهبران دینی هستند، اگر افراد اشخاص مسلح هستند، پس بر از اینا ما اینا را مقتدر بسازیم از پایان به طرف بالا و در چارچوب از این جرگه ها ما وظایف متعدد داشته باشیم، من جمله سه وظایف بسیار عمده بر از اینا تقاضا کنیم که بر محل خود روحای حافظ صلح را که اون ما به انگلیسی میگیم که local peacekeeping forces که دیگه جای هم ما این کار را کردیم نو ایجاد کنن و این نیروها یونیفرم نداشته باشه، این نیروها معاش دولت را نخوره و این نیروها به کدام جای خارج از محل خود هم وظیفه نداشته باشن، صرفا و صرفا از صلح در مناطق خود که نامشان مانده بودیم نیروهای حافظ صلح محلی این ایجاد کنیم و در پوری از این ای جرگه های محل در امر ساختمان مجدد و عمرانش با پروژه هایی که امی اعتراف به این ولی در افغانستان می کنند در سطح محل و ولسوالی اینا کمک بکنند. جوان عزیز اینا می توانستند که از طریق امی جرگه ها در جاهایی که کشت و تریاق و مواد مخدر که یک پروبلم اساسی بود ایره هم کشت بدیل بر از اینا داده شد و قیمتش که دیاقین تشویق کنند با کمک های اقتصادی. مطرح شد که پول ازی از کجا میشه و او هم پیدا شد جامعه بین‌المللی من جمله ایالات متحده امریکا و ملل متحد خوشبختانه با این توافق کرد که ما میتونیم که هم این نیروهای حافظ صلح محلی را و هم این کسانی که در ارتباط با جلوگیری و کشت بدیل برشان پیسه داده میشه برای خاشخاش و تریاک مواد مخدر و همچنان کسانی که در پروژه های بازسازی در سطح محل برای محل خود ولایت خود مردم خود کار میکنند کلش از جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد که یک مجموعه بی‌طرف است تمویل شود. اما در برابر تمام از این با آغاز ماموریت جنرال پیتروئر که با امی نقاط و امی طرح آغاز میشه بازم امی رئیس جمهور نابکار و غیر قانونی افغانستان که خود تحمیل کرده بر مردم مقاومت کرد و گفت نه ما باید نام از ایره پلیس محلی بانیم، ای باید یونیفرم داشته باشه، ای باید معاشات شما برای ما بتین، باز دولت برای از اینا بته که اصلا نخواست که و دلیل پرسان شد از پیشش در مذاکرات مختلف که البته او هم نشد نشده گفت که ولی این همو صلاحیت حکومت ها به مخاطره می اندازه و ما باز در اینجا منتفی میشه. بله بله با خودتان ببینیم که کدام قدرت و صلاحیت این حکومت در محلات در اطراف در قرا و قصبات داره که بازو ولو اگر منتفی هم شود چی منتفی خود شد. این کوشش های بسیار زیاد صورت گرفت که از راه پایان به بالا و از بالا به پایان این مسائل حل شود، اما در توانی و همکاری نزدی
شما شنیدین ایران باشه؟ بله بله. شما در مورد طالبا و موقف آنها در قبال مسائل و اوضاع جاری در افغانستان، مسائل مربوط به تجهیز و تسلیح و تمویل از اونا از پاکستان و صدور از اونا به افغانستان، چی باید کنیم؟ دولت افغانستان چی موقف را بگیره؟ جامعه بین المللی چی موقف در این قبال باید داشته باشه؟ جلالی صاحب، این سوالات قدر با هم مرتبط است که از حد و اندازه بیش و این مالندار ما کوشش میکنم که بیشتر خلاص جواب بگویم. مسائل مربوط به امنیت و طالبان اینا بسیار با هم مرتبط هستند. نارضایتی طالبان وقت ما هستن که اینا در ساختارهای کنونی از لحاظ قضایی، از لحاظ اجرایی مثل سایر گروه ها هیچ نوع انعکاس ندارن. چه غلط فهمی هست وقتی که ما از گپ میزنیم، اونا هم یک سهم مثل سایر گروه های افغانی در سرنوشت آینده مردم افغانستان و در تمثیل ارادهشان داشته باید باشند و ما ایده برشان باید بدیم. اینا را با آوردن در داخل ما باید از گروه تنبیل تجهیز بیگانگان به خودش مداخله را قطع میکنه و بر امنیت کمک میکنه باید نجات بدیم. بله، ما اینا را نجات داده میتونیم که اینا را ما در سرنوشت کشورشان با تفکیک که کی طالبان پاکستانی، کی القاعده و کی مزدوران خارجی با این افغان ها را تفکیک کرده و اینا را در پروسه شامل بسازیم، باز هم اینا راضی می باشند، هم اینا باز امنیت بر هم نمی زنند و هم اینا فاصله می گیرند از آنانی که اینا را فعلا مورد سوء استفاده قرار داده و گروگان گرفت. به عنوان سوال آخر یک دقیقه وقت دارم، اگر شما بپرسیم که شما در جوار سایر مسئولیت های مهمتان در عرصه رفع منازعات منطقوی و بین المللی در سازمان ملل متحد، اخیرا افتخار معاونیت سازمان انرژی جهانی را هم نصیب شدن. البته در حالی که یک افتخار دیگه است که از مسئولیت ها و کارهای شما به حیث یک افغان در مسائل و در عرصه های بین المللی، چی وجه مشترک بین وظیفه فعلی و وظیفه جدید شما موجود بود و شما این وظیفه را چطور قبول کردید؟ بلی صاحب، علت اساسی که مرا رفت میتا و کارهای مرا رفت میتا با سایر مربوط به انرژی جهانی، بله، او بیشان خلق برسان مقیم ایست که ما امروز در این جهان مرتبط ایک نوع انکشاف، یک نوع انکشاف دوامدار و پایدار در جهان به خصوص نادار، غریب و رو به انکشاف نمیتونه بدون دسترسی به منابع دائمی و دوامدار انرژی بلد ده. شما میفهمین که اکثریت معضلات و منازعات را که ما در جهان داریم گروشته ما هست، این عاملش اقتصادی است، عاملش نبود آب، نبود انرژی در آخرین تحلیل است که اگر ما بتانیم که کشورها را از لحاظ انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی که او بدون انرژی میسر بوده نمیتانه کمک بکنیم، بنابراین ما به دلیل مادر کمک کرده میباشیم و ما در یک دیپلماسی و یا سیاست بازدارنده فعالیت های خود انجام خود دادیم که میتانه که جهان از منازعات بیشتر، از فاجعه های بیشتر کمک بکنه و نجات بده. امی هست امو وجود ارتباط ما که ما با افتخار این وظیفه را البته من قبول کردم که در جوار سایر مسئولیت های خود ما به سازمان جهانی انرژی هم اگر بتانم خدمات را انجام بدم. تشکر دکتر صاحب، با اظهار تبریک و وزی گرفتن از این موقف جدید و با دعای از این که همیشه در کارهایتان موفق باشین و قدمهایتان استوار باشه در راه نیتی که بر آوردن صلح و رفع و حل منازعات در منطقه در مسائل بین المللی و خصوصا در کشور مشترک ما افغانستان عزیز سعی تلاش بکنند. خداوند شما را موفق داشته باشه و همکاران شما را و کسایی که در این راه کمک میکنند این پروسه را، انشاءالله که همه موفقیت و کامیابی سر راهشون باشه. و با تشکر از اینکه حاضر شدین و در این مصاحبه با ما شرکت کردین و افتخار بخشیدین به برنامه آینه، از شما یک جهان ممنون هستم.
و شما را به خداوند مسپارم چون وقت ما به کلی تمام شده دکتر صاحب. بسیار تشکر جلالی صاحب. برای من هم بسیار جای افتخار است که با شخصیت مثل شما درایت و با کارایی مسلکی که شما دارین و حیثیت مفسر، نویسنده، مبصر و ژورنالیست آگاه و خبیر در خدمت شما و از طریق شما زنده باشید. زنده برای خود قرار بگیرید. زنده باشید. شب شما خوش. تشکر. یک جهان ممنون شما دکتر صاحب. بیننده عزیزی بود مصاحبه اختصاصی ما با جناب دکتر وحید وحیدالله، کارشناس ارشد در مؤسسه ملل متحد و معاون سازمان انرژی بین‌المللی جهان.